متاسفانه هر از چنگاهی در گوشه و کنار جهان به خصوص کشورهای غربی توهینهایی هایی به ساحت مقدس پیامبر خدا صلی الله علیه و توسط افراد یا نشریات مختلف صورت می گیرد و موجب خشم مسلمانان در سراسر سر جهان می شود آنچه که بر خشم مستمین می این است که نه تنها هیچگونه مقابله یا برخوردی با توهین کنندگان صورت نمی گیرد بلکه به بهانه آزادی بیان مجال برای تکرار توهین های مشابه به وجود می آید همکارم علی اکبری گزارش می دهد عمران خان نخست وزیر پاکستان از کشورهای غربی خواست همان که انکار هولوکاست در این کشورها جرم تلقی می شود اهانت به ساحت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جرم دانسته شود ویته اظهاراتی گفت دولت های غربی باید با افرادی که به ساحت رسول خدا صلی الله علیه و آله اهانت می همانند کسانی که هولوکاست را انکار می کنن، برخورد نمایند نخست وزیر پاکستان در سخنانی که پس از یک هفته اعتراضات خشونت‌آمیز در پاکستان ایراد کرد افسود حمایت دولت فرانسه از باز نشر کارتون های به پیامبر صلی الله علیه و آله احساسات مسلمانان در سراسر سر جهان را جریه دار می کند. عمران خان در توییتر خود نوشت ما مسلمانان پیامبر خود را دوست داریم و به او احترام می گذاریم. ما نمی توانیم این نوع استفاده و بی احترامی را تحمل کنیم. من از دولت های غربی که قوانینی برای جلوگیری از هر گونه اظهار نظر منفی در مورد هولوکاست دارند میخواهم از همین قوانین برای مجازات کسانی که با توهین به پیامبر ما پیامهای نفرت انگیزی علیه مسلمانان پخش میکنند استفاده کنند. گفته انکار هولوکاست در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه خلاف قانون است و برای متهمان مجازات زندان در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است پس از اعتراضات هفته گذشته که از سوی جنبش لبیک لب پاکستان سازماندهی شده بود و به کشته شدن چهار پلیس منجر شد دولت پاکستان سه شنبه گذشته فعالیت این گروه را ممنوع کرد این گروه در اعتراض به دفاع رئیس جمهور فرانسه از انتشار کاریکاتورهای توهینآمیز کارزاری را ترتیب داد که ماهها برای اخراج سفیر فرانسه ادامه داشت نخست وزیر پاکستان خاطر نشان کرد که دولت فعالیت این گروه را نه به دلیل مخالفت با انگیزه آن بلکه به دلیل مخالفت با نحوه بیان خشونت آن ممنوع کرد